ای گفتی آقا فراشه میتونم باشون قاطی بشم. هرچی مشتری بود که بردی واسه ناصر چاقو قلم نون خالی خور. آره خستر شیبت میاد تو مشتری سر تو میندازی زیرا. رفیقم اینو کردم تا جونم دارم پا دوار نیستم واسه اینکه آدمی اما دیگه منم سرکوب نزن کار تو هم بیکم دارد ما نیست که تو اونجوری شبا روز کردی ما اینجوری آخرش هم هر دوشو نگاه کنی یعنی زرش گوش کن مبصر من آب از سر من گذر این پای خوبه که من مه نمیدم آبا پا تو همیشه مبصر منی شما رو نرفتی هیچ باش. خب خیلی خوش آمدید به ترونتو. البته ببخشید من چشمم یه خود ناراحت نور اذیت میکنه عینک زدم نه برای جست برای اینکه چشمم اذیت میکنه نور عینک زدم ببخشید. ما در حدی نیستیم که از شما پرسشی بپرسیم، ما در حدی نیستیم که سوال کنیم و فقط دوست داریم بگیم که با این همه شاهکار، با این همه حضور، با این همه جواهرسازی در صنعت هنر و این همه فرم های زیبا که خلق کردید خودتون چی میخواید به دوستدارانتون بگید؟ بفرمایید در خدمتتون. خب من فقط میتونم بگم که پاداش اگر زحمتی کشیده شده شما مردم همیشه به من دادین این پاداشو، من از یکی شما متشکرم که به تماشای این کارهای من نشستید و منو تا الان فراموش نکردید. تشکر از شما. آقای مقصودی تشریف آوردن بفرمایید. اینم هدیه شما از سوی جاهلی تیراژه. تشکر از شما. So quickly to introduce, tonight we have a short Q&A and a panel discussion with Dr. Mahsoudi and the star of the night, Mehrooz Bosoughi himself. And we're going to be enjoying the debate between the two of them. I'll stop that page on the time base. This is a very difficult question, but I'll show you. من زمانی از ایران اومدم بیرون که هنوز اتفاقی نیفتاده بود و قرار بود در یک فیلمی شرکت بکنم در امریکا در لس آنجلس به اسم Cat in the Cage که کارگردانش آقای زرین دست مرحوم بود خدا بیامرزدش و با هنرپیشه‌های امریکایی. من اون فیلم که تموم شد ایران شروع شد مسائلش و به همین ترتیب ادامه پیدا کرد و من هی صبر کردم که خب درست میشه برمیگردم، ولی درست نشد و همینطور ادامه پیدا کرده تا الان در خدمت شما هست. Well, I left to run it was only to make a movie called The Cat in the Cage with a friend of us.
And I was hoping that by the time that I would finish the movie, that the situation in Iran would calm down, but unfortunately it escalated and the things stayed the way it was. Mr. Busuri, please give us a brief picture of your birthplace and family and your childhood. آی مستر لطف کنید یه تصویر کوتاهی از دادگاهتون مرادتون جایی که در کودکی که پرورش بود من به من در یه خانواده‌ای به دنیا آمدم که 5 تا 4 تا برادر دیگه با من بودن و ما اول در تهران زندگی می‌کردیم، بعد به اصفهان رفتیم به خاطر شغل پدرم و بعد دوباره به تهران برگشتیم و من دیپلممو در تهران گرفتم و در کنکور خیلی دلم میخواست که مهندس نفت بشم، در کنکور فنی دانشگاه تهران شرکت کردم ولی موفق نشدم. یک سال صبر کردم، باز خوندم که باز امتحان دادم که باز نشد و بعد مجبور شدم که شروع به کاری بکنم و در اداره بهداشت استخدام شدم و منو فرستادن، خیلی خلاصه دارم میگم، فرستادن به ماموریت به نزدیکای آذربایجان و زنجان اون طرفا. یه مدتی بودم ولی دیدم این اون چیزی نیستش که من میخوام. برگشتم، یه کنکوری گذاشته بودم برای وزارت دارایی که در اون شرکت کردم و قبول شدم و کارمند دارایی شدم و این ادامه پیدا میکرد تا زمانی که یکی از دوستامو که از مدرسه با هم همکلاس بودیم در خیابون دیدمش، آقای منوچهر اسماعیلی که الان از دوبلورای خیلی خیلی فوق‌العاده ما هست. بله، نه منظورم آشناییم، من با ایشون آشنا شدم و بعد ازش پرسیدم که خیلی وقت خبر ندارم ازت، چی کار میکنی؟ گفت من دوبله کار میکنم. گفتم یعنی دو جا کار میکنی؟ گفت نه نه، دوبله، این فیلمایی که میبینی فارسی حرف میزنن انگلیسی ها، اینا رو ما دوبله میکنیم. گفتم که چه خوبه، منم میتونم بیام. گفت آره چرا نه. و به این ترتیب من وارد کار هنری شدم در حقیقت و از اونجا، یعنی از اونجا چون در استودیوها مجبور بودیم فیلم ها رو دوبله بکنیم با سینمای فارسی. When did you feel that you love cinema? من خودم شخصا مارلون براندو رو خیلی دوست داشتم و خیلی پیگیرش بودم، همیشه تمام کاراشو چندین بار می‌دیدم و چیزی که خیلی برای من جالب بود از مارلون براندو این بود که مارلون براندو، نمیدونم حالا چقدر شما باهاش آشنایی دارین، تمام فیلم‌هاش یه صورت بود ولی وقتی فیلم رو میدیدین شما اون کاراکتر رو میدیدین، نه سیویل یه فیلم فقط سیویل گذاشت، اونم کارگردانیش رو خودش کرد، اسمش خوب بود، حالا ولی بقیه فیلم ها شما مارلون براندو رو همون جور میدیدین که هستش، همون جور که عکسش رو میدیدی، هیچ نه گریمی به اون شکل بکنه نه عوض بشه صورتش بلا، ولی شما وقتی فیلم رو میدیدین اون کاراکتر رو میدیدین، سربازهای یک چشم. بعد که خودش کارگردانی کرده بود، بعد این بر من خیلی جالب بود و من اینو میگفتم با خودم که چطوری ممکنه یک آرتیست اینطوری باشه که بدون این که صورتش رو تغییر بده بتونه شما اون کاراکتر رو درش ببینی. و برای من خیلی کارهای مارلون براندو دیدنی بود و یکی از مسائلی که منو علاقمند میکرد به این کار همین خود دیدن فیلم های مارلون براندو بود. In your earlier age and when you were young, which kind of movies did you go to the movies to see? خب کدوم ها رو تأثیر گذاشت؟ Which ones impacted you? من تقریبا بیشتر فیلم هایی که از هنرمندان خیلی معروف مثل نمیدونم اون موقع مونتگومری کلیفت و مارلون براندو و کری گرانت و اینا بود، همه رو دنبال میکردم و
برام خیلی جالب بود که این کاراکترها رو می‌دیدم که چقدر فرق می‌کنن، هر کدوم یه نوع بازی مخصوص دارن و این هی در من هی جوونه می‌زد که من می‌تونم، اگه بشه من می‌تونم این کارو بکنم. و بعد از شما چه پنهان تو خونم جلو آینه یه مقدار تمرین اینا رو می‌کردم. اون بودی اوائل دهه 30 فیلم های ایرانی هم رفتی دیدی، میدونم میتونی به من بگی که رو کدومشون رو تو اثر کرد؟ فیلم های ایرانی که اون موقع اوائل 30 If you tell us the early Iranian movies, which one impacted you, especially in the 30s when you were young? من اولین فیلم ایرانی که دیدم اصفهان، گفتم به خاطر شغل پدرم در اصفهان بودیم، اولین فیلم ایرانی که دیدم فیلمی بود به اسم ولگرد که خدا بیامرزه دوست عزیز من ناصر ملک موتی اینو بازی میکرد و فکر میکنم فیلم دومش یا سومش بود. این فیلم خیلی رو من اثر گذاشت. روی یه قمارباز رو بازی میکرد یادمه و یه عکسی هم گرفته بود که توی ویترین سینما زده بودن که این یخش اینطوری جر داده بود و خیلی عکس پرتحرکی بود برای من و من از اونجا علاقمند شدم به سینمای ایرانی. و وقتی که برگشتیم به تهران باز به خاطر شغل پدرم، فکر میکنم 14 سالم بود، رفتم توی عکاسی، این اون پیرن، این اون کراوات، این اون کت رو پیدا کردم، درست کردم، بردم و عکس رو به عکاس نشوندم، گفتم من یه عکس اینجوری میخوام و اون عکس رو داشتمش. حالا البته ندارم، نمیدونم کجا شد چی شد، ولی اون عکس باعث شد اصلا اون که من به سینما یه فکری بکنم، البته نه خیلی شدید، ولی اومد که خب میتونه پس آدم این کارم بکنه. I was very much impacted by while I was in Isfahan, as I mentioned, because of my father's job, we had to move to Isfahan, which was called Magadan. And that movie was acted by my old friend Nasser Malakmuti. The image that he... برای اطلاع بیشتر خانم‌ها آقایون، ولگرد در 1932-1953 ساخته شد در ایران. فیلم بسیار مهمیه در تاریخ سینما که چنین اثر گذاشته. چندین تروکاش در مهدی رئیس فیروز کارگردانش به کار برد. این فیلم بسیار موندنی کرد. داستانش هم اجتماعی بود و وگوبام دبلگرد و این هم بازی آقای ناصر ملک موتی، داستانش، تروکاش ها این فیلمو معروف کرد و موندگار کرد، به طوری که دو تا سینما در خیابان اسلامبول که میدادن اتوبوس که وقتی میرفت این خیلی فروش کرد، حدود 500,000 تومان فروش کرد در اون موقع. این فروش بیشترین فروشی بود که میشد با بلیت 10 ریالی کرد و شوفرها و شاگر شوفرهای اتوبوس داد میزدن ولگرد ها پیاده شن دم سینما که باید میستن پیاده شدم. I also got up one of those Rakuten cars myself. سوال بعدی من اینه که شما خودتون اشاره کردید که وارد اندستری دابینگ شدید. میدونید دابینگ، شما مجبور شدید خیلی فیلم ببینید دائم برای اینکه آشنا بشید چجوری حرف میزنن، چجوری حرکت میکنن. من فکر میکنم شما از تأثیر دابینگ میتونید برای خودتون بگید که این دیدن این فیلم ها چه تأثیری رو شما در کریرتون کرد. You mentioned that you entered the movie industry by dubbing, and dubbing would make you to see a lot of movies. I was going to ask you that by seeing so many movies in terms of being able to dub them, but just to see many of them. اشاره میکنم که وقتی شما فیلم رو میبینید الان خودشون جواب خواهند داد، حتما من میدونم. در فیلم شما وقتی خوب دقت کنید محل دوربین رو تشخیص میدید، نورپردازی رو تشخیص میدید، بازیگری رو تشخیص میدید، کارگردانی رو تشخیص میدید وقتی هر روز دارید این کار رو میکنید. و از این نظر من دلم بخواد شما توضیح بدید. I would like to also add that while you're watching the movies you can see the camera angles, the lighting, where the sound system is, the whole production you would be witnessing. So tell us about that, how it works. خب من وقتی کار دوبله رو شروع کردم، اتفاقاً اولین کاری که قرار بود من یک کلمه توش حرف بزنم یه فیلمی بود به اسم شیرهای جوان مورد مالمانده بود و من جای یه سربازی که اسمش رو صدا می کردن که می گفت آی آی سر،
باید میگفتم بله قربان. به جایی که به جای اون سرباز بگم، چون اولین کار تازه شروع کرده بودم، اولین روزی هم بود که من یه نقش کوچولویی یه خطی به من داده بودن، به جایی که دهن تو دهن اون سرباز بگم بله قربان و ضبط بشه، تو دهن مارلون براندو گفتم بله قربان. و خب آقای مدیر دوبلاژ که خدا بیامرز آقای کسمایی رو یادش بخیر، ایشون خیلی ناراحت شد، گفت آقا برای یه هفته است داری میای، این چیه؟ این شما این سربازه رو باید میگفتی کدام ببخشید؟ گفت پس برو بشین، برو بشین نگاه کن. به هر حال با اون ترتیب من شروع کردم. بعد از مدت‌ها که کار دوبلره میکردم، حالا دیگه بازیگرم داشتم میشدم، تازه میخواستم اولین دومین فیلممو بازی کنم، دوبله برای من یک کلاس شد، یعنی یه دانشگاهی بود که من دیگه همون دور اول حفظ میشدم که جای اون بازیگر صحبتم بکنم، بقیه تمرینای دیگرانو من میشستم و فیلمو نگاه میکردم، از نظر نور پردازی، از نظر اینکه چرا دوربین اینجا گذاشته شده، چرا اونجا این اونجوریه، چرا اینجوریه، تمام اینا دقت میکردم و این خودش برای من یک کلاس خیلی بزرگی بود. شما آقای بسوقی، اولین فیلمتون هزار را اگه اشتباه نکنم 1341 هست، به نام صد پیر و داماد با خانم روانشادش ویدا قهرمانی عزیزم. من چند سال پیش مصاحبه باش کردم، گفت صحنه اول شو قرار بود سرده بذاری پای ایشون و شما خیلی نروس بودی، بعد ایشون فیلم برداری رو تعطیل کرد و یک که با شما صحبت بکنه و شما رو از اون حالت نروس بودنتون در بیاره، ممکنه بگید که چه حرفایی به شما زد و چه کاری کرد که شما از اون حالت خارج شدید؟ Your first movie was 100 kilograms of bridegroom, and you were co-partnered with a female actor. In the scene, you were supposed to put your head on her lap, but you were too shy, and in a way, it was nervous for you. But then later on, she managed to talk to you or to calm you down and to tell you. Let us know what was the communication between the two of you while you actually got calm and you could perform the act that you were going to. بحث طولانیه که من خیلی خلاصش میکنم. هر شبه که من اولین فیلمی که بازی کردم، یه صحنه فقط دویدم از پشت، دوربین پشت من بود، من دویدم و به خاطر اون دویدن من اون استودیو با من قرارداد 12 تا فیلم رو بست، گفت شما اینقدر زیبا دویدی که ما فکر میکنم میتونی شما هنرپیشه بشی و من شما باید بیای تو استودیو، ما یه مقدار از شما تست بگیریم. و بعد اصل طلایی بود دیگه. بله اصل طلایی، آقای امین اونم خدا بیامرز. این آقای فیلمبردار دوربین کاشته بود، منم یه صندلی گذاشتم نشستم، نورا رو هم داده بودن. این آقای کارگردان به من گفت انگشتم من هر جا بردم شما اونجا نگاه کن. بعد اینجوری میکرد، اینجوری میکرد، اینجوری میکرد. گفتم چرا همچین میکنی؟ خب ما میخواییم ببینیم زوایای صورت تو کدومش بهتره. گفتم خب من این کار رو بدون انگشت شما میتونم بکنم. خب میتونی مگه؟ گفتم آره چرا نه، من میتونم بخندم، من میتونم گریه. گفتم چی میگی؟ گفتم بله. من شروع کردم اصلا بازی کردن، یه دیالوگی خودم ساختم و شروع کردم به این ور گفتن و به اون ور گفتن که تمام صورت من کار بکنه و بعد شروع کردم به گریه کردن، بعد قشقشقش خندیدم، گفت بسه بسه بسه، خیلی ممنون، خداحافظ شما. من اومدم یه هفته بعد اینا قرارداد با من بستن. حالا داستان فیلم سرکیل داماد قرار بود وحدت بازی کنه. وحدت اون زمان به خاطر اینکه خودش داشت فیلم میساخت گفت من نمیتونم. بعد یه دوبلور خیلی معروفی بود به اسم کابوس دوستدار، قرار بود اون بازی کنه، اونم مریض بود نتونست. اینا با من قرارداد بسته بودن، گفتم بیا. من ویدا قهرمانی رو به دلیل فیلمایی که دیده بودم ازش خیلی دوستش داشتم، یعنی واقعا دوستش داشتم، یه هنرپیشه خیلی خوبی بود برای من. و من اولین صحنه فیلم سرکیل و داماد توی یک جایی، یه باقی در گلندوک، باید ویدا قهرمانی اینطوری پاشو دراز کرده باشه، من سرمو بذارم روش دراز کشیدم، بعد از من میپرسه، زن و شوهریم تو فیلم، از من میپرسه که به چی فکر میکنی؟ من باید بگم به زندگی.
اینجا کلوزآپ ویدا قهرمانی رو خدا بیامرز رو گرفتن، بعد کلوزآپ منو که خواست بگیره یه آقای فیلمبردار، آقای خانی خدا بیامرزش، همه بیامرز شدن، نمیدونم قضیه چی. بعد به من گفتش سب کن بینم آقا این صورت شما اینجاش میپره. ویدا قهرمانی متوجه قضیه شد، گفت شما کات کنین نگر دارین. خب معلومه شما روز اول یه جوون 19 18 ساله رو آوردین یه صحنه عشقی گذاشتین اینجا، اینو باید بذارین یه خود بدوه ببینین این ور بره اون ور ترسش از دوربین بریزه، بعد این صحنه رو بگیرین، الان تعطیل کنین برین شما نهار، شما پشو بیا با من حرف باد کار دارم، به من با عصبانیت بلند شدیم راه رفتیم با هم دیگه. گفت ببین اگر خجالت بکشی، اگر بخوای رو درواسی بکنی، نمیدونم چی 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 چی، هیچ چی نمیشه. بعد یه دونه قرص هم در آورد، بعد یه قرص کوچولی داد به من، گفت اینو بخور، این من موقعی که امتحان میدادم اینو میخوردم که استرابم کم بشه، اینو بخور. بعدم اومد گفت تعطیل کنین امروز، دفعه دیگه فردا میایین بقیه‌شو میگیم، چون خیلی قدرتمند بود اون موقع. و بعد اینطوری شروع شد کار من. عرض کنم خدمتتون که آقای بسوقی، شما از سال 1961 یعنی میشه 1340 تا 78 حدود بیش از 50 فیلم سینمایی بازی کردید، اگه درست بتونم حساب کنم 55 تا فیلم سینمایی شما بازی کردید، یعنی اگر اینو اوریج بگیریم به طور معدل سالی 3 تا فیلم بازی کردید. من میخوام ببینم کرایتریای شما چی بود در انتخاب script. So since 1961, we calculated we probably actually did 55 movies, which means average of 3 movies a year. What was your criteria of taking the movies? And we have only 5 movies. من اولین فیلمی که کار کردم من سطحی به داماد، خب 21 سالم بود به نظر. تا یه مدتی من اراده ای نداشتم که من انتخاب بکنم، من انتخاب می شدم و بایدم اگر رولی رو قبول می کردم، یعنی پیشنهاد می کردن قبول می کردم، برای اینکه می خواستم تعداد بیشتری کار کرده باشم که ببینم چی کار دارم می کنم. البته همون موقع هم دوبله فیلمم ادامه می دادم. و بعد این از این که من انتخاب می شدم برای این رول برای اون رول یه خورده چیز بودم. بعد یه فیلمی قرار شد که من آواز بخونم، اسم ایمان به نظرم. گفتم من نمیتونم، من کار بلد نیستم. گفتن نه الان فیلم ها همه رقص و آوازه، باید تو هم بخونی تو این فیلم. گفتم آقای فردین ماشاءالله خدا بیامرزدش به این خوبی اجرا میکنه، من نمیتونم مثل ایشون. گفت نه اگه نمیتونی رولو میدیم به کسی دیگه. مجبور شدم بگم باش چشم، اگر اون فیلمو کسی یادش بیاد ببینه و پیدا بشه به اسم ایمان، صحنه توی یک رستوران اتفاق میفته، توی به اصطلاح کاباره، که منم با یکی دیگه از آدما مثل بهمنیار خدا بیامرز من میرم تو اونجا و بعد اونجا بی خودی میزنم زیر آواز، فقط به خاطر اینکه فیلم فارسی باید آواز داشته باشه. یه جاکت خیلی کلوفتی تن منه توی اون کاباره و من وقتی دارم این کار رو میکنم همینجور عرق داره شور میریزه و کاملا مشخصه که من دارم خجالت میکشم، ولی کردم. یک فیلم دیگه هم باز به اسم لیلی مجنون، گفتن آقا مجنون همیشه شعر میگفته برای لیلی، همیشه آواز میخونده برای لیلی، و بعدم ما نمیذاریم که مثلا یه خواننده معروف اونجوری بخونه، میذاریم مثلا یه خواننده دیگه که اسمش معروفه ولی صداش تو فیلم ها نبوده جای شما بخونه. تو اونم خوندم دیگه. بعد از اون گفتم به خودم، گفتم اگه میلیارد به من بدن بهترین داستان دنیا داشته باشه توش آواز باید بخونم، دیگه نمیکنم. به همه هم گفتم من نمیکنم، دیگه نمیکنم. دیگه مجبور شدن یواش. بعد از یه مدتی که گذشت من حق انتخاب پیدا کردم. In the beginning I was 21 years old and I didn't have a lot of say in the roles that I would take. Any role that I would
give me, I had to take it. In fact, one of the roles that they give me, I had to sing, and I was wearing a thick jacket in a cabaret, and suddenly I had to sing. And while I was singing, the movie shows that I'm sweating, and it's very obvious, I'm very shy. And after that, there was another role that I was singing, and I was saying that, why should I take roles that I have to sing? They were saying that then most of the movies, it's with singing and so on. But later on, it was the time that I could actually choose my role. This would be the last one. ورکشاپ نیست دارم این داستان زندگی بیدونم این سال ورکشاپ چون کم داریم من چند تا سال سریع میکنم یکی اینکه شما با کارگردانه مهم سینما ایران کار کردید آقای بسوقی خاچیکیان هست عرض کنم که مسعود کیمیایی امیر نادری خسرو هریتاش جلال مقدم ناصر تقوایی و غیره میخوام ببینم با کدوم یک از این کارگردانه شما بیشتر راحت بودید از نظر تسلطی که اون آدم So this is the last question actually. You have been working with a lot of great directors like Masoud Kimyai, Amir Nadiri, Khachikian, and so on and so forth. Most of them legendary in their works. Which one of them you were the most comfortable with and the ones that you really felt the craft of film would come out perfect? من بدون اینکه فکر کنم میگم جلال مقدم. جلال مقدم obviously. Maybe one more. جوایز بسیاری در برای بازیگری گرفتید در تاشکند گرفتید برای تشکل برای تنگسیر گرفتید در ایندیا که خیلی مهمه که بدونید رئیس جوری رو آقای ساتیا جیتره قول سینمای دنیا رئیس جوری بوده و ایشون برای بازیگری تنگسیر بهترین بازیگر گرفته چندین جوایز تمام بسیاری جوایز ناشنال فیلم فستیوال ایران سپاس گرفته من می‌خواستم ببینم چه تأثیری رو کارتون داشت چقدر You won many awards. In fact, the most impressive one was in India, which you received it from Satya Chitray himself. So many international awards of your own. Which one of them was the most impressive to you, and what impact they had on you? درسته که به هر حال مسئولیت منو زیادتر میکرد. اما قبل از همه این جوایز زمانی شده بود که من حق انتخاب پیدا کرده بودم و من داستان انتخاب میکردم من کارگردان انتخاب میکردم من تهیه کننده انتخاب میکردم از 10 تا داستانی که به این پیشنهاد میشد مثلا دو تاشو انتخاب میکردم در سال کار میکردم این بود که دیگه اون مسئله اون شکلی جایزه رو من چیز نداشت میدونین اثر اونجوری نداشت چون خیلی سعیمو میکردم که حتما این کاری که الان دارم میکنم با کار قبلی متفاوت باشه و همینطورم بود الان اگه به کارهای آخر منی بکنین هیچ کدوم با هم دیگه همخونی نداره من آخرین سوالمو بذارید let me translate this one quickly So to be honest with you, by that time I was mature enough to actually pick the roles that I wanted, and I would do my best in terms of doing my role, and they wouldn't have that much. در نیمه دوم بازیگریتون اون 8 سال دوم از قیصر ما متوجه میشویم که بهروز وثوقی در کاراکتری که اراده میکنه خیلی قویه. این نوانسنسش یعنی این ریزکاری هایی که ارائه میکنه آیا از متد اکتینگ استفاده میکردید آقای وثوقی؟ مستر وثوقی، when we look at your career, particularly by the time we get to Kaiser, there's nuances and minute technical little things in your acting that is very noticeable. Were you using the method acting technique or what was your technique? من تا اواخری که در ایران بودم هنوز دوبلر ادامه میدادم و همونطور که خدمتت گفتم اون دوبله بزرگترین کلاس من بود برای بازیگری چون بازی ها رو من مجبور بودم 10 دفعه نگاه کنم تا بقیه حاضر بشم منم حاضر بشم جاش صحبت کنیم ضبط بکنم در نتیجه نگاه میکردم به دوربین به فیلم برداری به نور به زوایای مختلفی که انتخاب کرده بودن و این خودش بزرگترین کلاس من بود من احتیاج نداشتم به جای دیگه برم I didn't really need a school while I was telling you that I did the last time I was still doing the dubbing and when I was dubbing No, I didn't mean a school, I meant a model, something that you could actually find it as a pattern of copying or something like that. من خب میدونم که شما این کارو میکردی، یعنی میرفتی با یک کسای زندگی میکردی، مدلی داشتی، ساعتها، روزها، تا اون نقشو بتونی به دست بیاری و ارائه بدی. Thank you so much. Are we going to end with that? Because I'm aware that you were actually living with the people who were portraying. You were just trying to mimic their reality and to actually go through their lived experiences with those acting. I'm more pointing on that note. خب از یه زمانی دیگه مسئله برای من خیلی سخت‌تر شده بود
به این معنا که وقتی که یک داستانی داده میشد مثل مثلا گوزنان یا مثل سوت دلان، دوتا کرکتری که در اجتماع، حالا من دوتا رو مثال میزنم ولی بقیه هم همین به همین صورت بود، دوتا کرکتری که در اجتماع مردم باهاش آشنایی دارن، یعنی آدم عقب افتاده رو به چیزهای مختلف میبینن، آدم معتاد و باز به اعتیادهای مختلف میبینن. خب کار سختی بود، یعنی کاری نبود که من همینجور سرسری بگیرم و برم بگم خب معتاد اینجوریه. به همین دلیل فیلمبرداری رو من قبل از فیلمبرداری دو ماه و نیم قبل از فیلمبرداری شروع کردم به تحقیق. البته کارم بعد از اون فیلم دیگه همیشه تحقیق بود، قبل از اینکه یه فیلم رو شروع بکنم. حتی تنگسیر که رول معمولی بود، مثلا یک ماه و نیم دو ماه زودتر رفته بودم به بوشهر که با ضبط صوت توی بازار راه می‌رفتم، صداها رو ضبط می‌کردم که بتونم اون لهجه رو داشته باشم، با اون شکل با اونا اونجوری رفتار میکنم، اونجوری راه میرن. تمام اگر شما دقت کرده باشی بیشتر کارهای آخر من، حتی راه رفتن من فیلم فرق میکنه با کاراکتر قبلی. در نتیجه این تحقیقات باید میشد که فیلم از نظر من درست در بیاد، چون من مطمئن احترام میذاشتم به تماشاچی، به این معنا که خب من گوزنا رو میخوام بازی بکنم، اگر مردمی که با آدم هروئینی آشنایی دارن میدونن آدمای معتاد چه جوریان، من اگه اونو نتونم ارائه بدم مردم میگن آقا نمیتونستی چرا کردی. و همین دلیل خیلی چیز مسئولیت سختی گردن من بود که من باید همه این انواع، رفتم دنبال تمام آدمایی که معتادن، مثل اونایی که هروئین میکشن، تریاک میکشن، کوکائین میکشن، علف میکشن، اینا رو همه رو رفتم باشون مطالعه کردم که ببینم اینا چجوری هن. بالاخره اگر همین فیلمی که الان دیدین دقت کنی، یک آقایی هست توی خونه نشسته که اینطوری سیگار سرش هم کتش رو انداخته رو سرش، اسمش علی آلمان بود. این توی جنوب شهر که من میرفتم تحقیق میکردم دیدم که این یک بغل یه مغازه نشسته توی کوچه. رفتم تو مغازه گفتم، دیدم اینطوری نشسته همینطوری سیگار میکشه. رفتم تو مغازه گفتم آها این کیه؟ گفت این اسمش علیه، بهش میگن علی آلمان، این بنز میرفته میورده از آلمان، تو این رفت آمد ها اینو هروئینیش کردن و این الان اینطوری بدبخته اینجا نشسته. اینجا دیگه خیالم راحت شد، گفتم خب پیدا کرد. اومدم گفتم علی آقا، مثلا 6 دفعه گفتم علی آقا، تو سرش بلند کرد گفت بله. گفتم علی آقا من بهروز بوسوقی هستم، من تا هنوز اینو گفتم گفت من ناکرتم، صداش یادمه. گفتم که علی آقا من یه فیلمی هست که من قرار رول یه آدم معتاد بازی کنم، میتونم ازت خواهش بکنم بیایی سر صحنه باشی و من اونجا تو الگوی من باشی؟ او معلومه بودم تمام موادت هم تهیه میکنم برای بعد روز فیلم برداری اینو رفتن آوردن توی اون خونه که فیلم برداری میکردیم، گرشای خدا بیامرزم بود، اونو اونجا نشوندنش. بعد من پول دادم به مدیر تهیه، گفتم ببین از کجا باید بگیریم مواد اینو بری بگیریم. این 10 جا آدرس داد، گفت اینجا میری اینو میگیری، اونجا میری اونو میگیری، اونجا میری اونو میگیری. این رفت، وقتی اومد باور کن یه پاکت پر انواع و اقسام قرصای رنگی آورد. گفتم اینا رو ندی یه دفعه بخوری، گفت این میمیره اون وقت. گفتش که نه. گفتم یه مش بهش بده، یه مش داد بهش. این گفت یه روزنامه هم به من بدین. روزنامه رو هم گرفت، اینو ریخت تو روزنامه، روزنامه رو تا کرد با پاشنش گذاش روش، اینجوری کرد، اینو له لورده کرد. بعد شروع کرد این روزنامه رو آورد بالا و لیست زدن این قرصایی که له کرده بود. اینا رو شروع کرد قرص تمام اینقدر لیست زد که جوهرهای روزنامه اطلاعاتی هم که بهش داده بودن تمام پاک شد. بعد راحت شد نشست. بعد یه دفعه برگشت گفت آقا بوسوقی. گفتم چی؟ گفت میشه یه کانادا درای ما بدیم. گفتم خب آقا یه کانادا درای بیارید. یه کانادا درای آوردن، این یه قلوب خورد و گذاشت زمین. اگه دستای منو دیده باشین تو اون فیلم، از اون
برای اینکه این دستش سیگاره که میذاشت نمیفهمید که میسوزه تش میسوخت دستش. اینجا همه کبره بسته بود و کبره میگن کبره میگن این بسته بود تمام سیاه شده بود. ما هم اینو تو فیلم گیری میکردیم به قول معروف. و بعد این سیگارش رو روشن کرد و دیگه همینجور موند، دیگه تکون نمیخورد. صداش هم میکردی مثلا 10 دفعه میگفتی علی آقا، 1 دفعه میگفت. این شد الگوی من تو اون فیلم که خوشبختانه خیلی کمک. البته اونو نمیتونستم همون جوری بازی کنم به دلیل اینکه اگه قرار بود همش نشسته باشه سرش پایین باشه و همون جوری حرف بزنه سالی ماهی یه کلمه جواب بده که فیلم نمیشد. من مجبور شدم اونو به صورت زنده سینمایی در بیارم و خوشبختانه موفقم بود. بسیار همون.